راهی به سوی ثروت بنام خدا درود بر شما رادیای عزیز محترم و دوست یکی از مشکلات صادرات ما بحث نبود دیتا و اطلاعات هستش که در مرحله اول فروش آمادگی ما بایستی به این دیتا و اطلاعات مسلح بشیم اطلاعات هم راجع به محصول هم راجع به تولید هم راجع به حمل هم راجع به بسته‌بندی و موارد دیگه ای از این قبیل این اطلاعات واقعا اطلاعات خیلی پایینیه مثلا راجع به کالایی مثل خرما هنوز بسیاری از تجار ما نمیدونن که ترکیبات گاز ازوات میتونه خرما رو خوب نگه داره یا نه یا مثلا اگه بستبندی های خورمای مضافتی نیم سانتیمتر ارتفاع جعبه بزرگتر باشه باعث میشه جنس زمینه کمتری برای شیر زدن، شکرک زدن، ترش شدن داشته باشه از طرف دیگه شکل خودش کمتر از دست میده عمرش بیشتر میشه جنس لوکستری باقی میمونه و دوام بیشتری حتی پیدا میکنه از سوی دیگه به نظر میاد راهکارهای خیلی زیادی هستش که میتونیم صادرات خودمون رو بهبود ببخشیم خیلی هنوز نمیدونن بعضی کارتون رو هر چقدر هم زخیم بگیرن مفید نخواهد بود چون جنس جنسیه که رطوبت زیاد داره شما کارتون های کرافت معمولی استفاده کنید این اتوماتیکوار مثل یک جذب کننده روی رطوبت میمونه هم جنس رو خشک میکنه افت رطوبتی رو بالا میبره هم کارتون زود از کار میافته در نتیجه اگه یک کارتون سلایه لامینتی سلفون شده استفاده کنید بهتر از یک کارتون پنج لایه یا حتی هفت لایه کرافت ساده هستش پس یکی از مشکلات اصلی ما نبود دیتا و اطلاعات و آگاهی در همه این جنبه ها هستش لطفا در این پادکست با من همراه باشید تا در مورد بستبندی و اهداف و انواع اون مطالبی رو خدمتتون ارز کنم بستبندی جزء ضروری یک محصول هستش که شناسوندن و نگهداری محصول رو از تولید تا مصرف بر عهده داره علم طراحی بستبندی دانش، هنر و فناوری محافظت از محصول برای نگهداری، انبارش، انتقال و توضیح، ذخیره، فروش و به کارگیری اون هستش. بگونه ای که از سوی کمترین آزار در هنگام تولید تا مصرف به محتوای محصول و از طرف دیگه به محیط زیست وارد میشه. گرین مارکتینگ اتفاقا به این مقوله پرداخته بازاریابی سبز که چکار کنیم که در تولید و توزیع کالاهامون کمترین آسیب رو به محیط زیست یا حداقل این آسیب رو به صفر برسونیم یا به حداقل کمترین آسیب برسونیم بستهبندی شامل مراحل طراحی ارزیابی تولید بسته ها هستش بستهبندی به طور بسیار جامعی بر زندگی ما سایه افکنده به طوری که در اطراف خودمون اون رو همواره مشاهده میکنیم از اقلام مواد غذایی دارویی گرفته تا کالاهای مصرفی لوازم خانگی کالاهای صنعتی استراتژیک مانند محصولات پتروشیمی همه با بستهبندی مرتبطند وظیفه اصلی بستهبندی محافظت از محصول هستش بستهبندی با برچسب های استاندارد این امکان رو میده تا متوجه بشیم چجور محصولی درون بسته قرار داره یا چگونه محصولی درون بسته هستش شرایط حفظ و نگهداری اون چجوری هستش سازمان جهانی استاندارد International Standard Organization و سازمان های معتبر و ملی استاندارد کشورهای پیشرفته گام های مهمی رو در تدوین استانداردهای بسته‌بندی و مشخصات فنی اون برداشتند طراحی بسته‌بندی شامل طراحی فیزیک بسته‌بندی و گرافیک اون هستش طراحی بسته‌بندی باید زیرگروه طراحی محصول باشه به ای که به طراحی بسته‌بندی به عنوان جزئی از پویش عملیات طراحی محصول نگاه میشه و همپای اون شروع میشه و انجام میشه عرض کنم که بسته‌بندی محصولات مهمترین ویترین فروش اونها هستش پس از روش طراحی و تولید کالا بدون شک اصلی ترین عاملی که در جلب توجه مخاطبان حائز اهمیت هستش بندی است با توجه به مطالبی که در این پادکست عرض میکنم در بین گونه های مختلف روش های چاپ تنها روشی که میتونیم اون رو از هر نظر مناسب رقابت در جهان امروز به شمار بیاریم روش چاپ دیجیتال هستش در واقع با بکارگیری این روش همه مزایای سرعت، دقت، کیفیت، این اتاف پذیری مغرون به صرفه بودن رو به طور یکجا در اختیارمون داریم پس اگه تا به حال چندان اشتیاقی به چاپ بسته‌بندی ها و یا دیگر های تبلیغاتی سفارشی یا ایجاد تغییر در طرحهای اونها نداشتید چاپ دیجیتال تجربه ای هستش که نباید اون رو از دست بدیم اهداف بسته‌بندی چیه یکیش محافظت فیزیکی اشیاء قرار داده شده در اون بسته نیاز به محافظت در برابر سایر عوامل مانند ضربه، لرزش، فشار، حرارت و غیره دارد محافظت در برابر عدم ورود اکسیژن، بخار و آب، گرد و خاک، اشعه ماورای بنفش در بسته بندی این موارد مد نظر قرار میگیرند عدم نفوذ پذیری بسته یک فاکتور اساسی و مهم در طراحی بسته بندی هستش در برخی از بسته ها از ماده جذب کننده اکسیژن برای کمک به طول عمر بسته به ویژه محصول درون اون استفاده میشه فشار هوای تعدیل شده یا کنترل شده نیست در برخی از بسته های غذا گنجانده شده مثل کنسروها ها مثل از قبل تن ماهی یا فرورده های غذایی دیگه اطلاع اطلاعاتی مانند نحوه انبارش به کارگیری محصول ترابری چگونگی هست یا نابود کردن بسته ها ما... یا محصولات بر روی بسته ها چاپ شده یا توسط بر چسب اونها چسبیده میشن همه محصولات غذایی، دارویی، پزشکی، شیمیایی بسته‌بندی بایستی با, با استانداردهای معتبر بین‌المللی مطابقت داشته و در برخی موارد با قوانین بین‌المللی یا منطقه‌ای یا انجمنی مانند IMDG کد FDA مطابقت بایستی داشته باشند. بسته و برچسبها میتونن توسط بازاریابان برای ترغیب مشتریان بالقوه برای خرید محصول استفاده بشن طراحی بسته یک نمود بیرونی ثابت و مهم برای دو جین از سالها بوده ارتباطات بازاریابی طراحی‌های گرافیکی برای نما دادن به بسته و در بیشتر موارد به عنوان نقطه اصلی فروش به کار برده شدن بسته‌بندی نقش مهم و اساسی در کاهش ریسک امنیتی برای سلامت محموله داره بسته ها با پوشش مقاومتی مناسب بهتر میتونن در کاهش آسیب و همچنین جلوگیری از دستبرد به محصول مطلوب واقع بشن بسته ها میتونن برای کاهش خطر دستبرد دسترسی غیرمجاز به کالا سازماندهی و مهندسی بشن ساختمان برخی از بسته ها برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز عایق مقاومتی دارند و برخی از و برخی از اونا دارای مهر و لاک برای جلوگیری از باز شدن و دستبرد هستند بسته ها همچنین میتونن شامل ابزارهای مانند بسته های زنگدار یا برچسب های RFID باشن بسته ها باید ویژگی هایی رو به همراه داشته باشن که باعث سهولت در توزیع جابجایی نمایش باز و بسته نمودن دوباره فروش استفاده مجدد از اونها حتی بتونن بشن بندی به سامانه هماهنگی اطلاق میشه که هدف از اون آماده, آماده سازی کالا جهت ترابری، توزیع، انبارش، فروش و مصرف هستش بسترنده یک عملیات تجاری پیچیده پویا علمی هنریه که در بنیادی ترین شکل خودش کارکردهای محافظت، نگهداری، ترابری، اطلاع و فروش رو شامل میشه بسته‌بندی گونه ای عملکرد خدماتیه که به خودی خود نمیتونه وجود داشته باشه برای اینکه به یک کالا نیازمند هستیم در این مقوله اگه کالای وجود نداشته باشه بسته‌بندی هم اهمیتی نداره اصلا وجود نخواهد داشت عوامل مؤثر بر بندی چی ها هستن یکیش الزامات این موارد کیفیت مناسبه سازگاری بسته با محصول الزامات شرایط محیطی به ویژه از لحاظ ایمنیه کالا هستش سازگاری با طبیعت و محیط زیسته کمترین آسیب رو به طبیعت و محیط زیستمون بزنه محافظت و نگهدار... نگهداری در برابر آسیب های مکانیکی در... در... در طول توزیع در زمان توزیع در زمان حتی انبارش نه، یا آسیب های شیمیایی از قبیل اکسیداسیون و فراریت و فاسد شدن اثر متقابل بسته و محصول به همدیگه همونطور که در مورد کارتون ها در مورد خورما و بسته بندیاش عرض کردم آسیب های محیطی حتی میکروبی، حشرات، حیوانات هی، آلوده جاذبه های بازار حتی میتونه مهم باشه تو این مقوله راحتی مصرف کننده هستش گونه های مختلف بستبندی بسته ها گونه های متفاوتی دارن برای مثال یه بسته انتقالی یا بسته توزیعی گونه ای از بستبندیه که برای هم در کشتی جابجایی در فروشگاه استفاده میشه برخی مواقع بسته ها رو بر اساس لایه موجود و عملکرد به دسته های اولیه ثانویه یا بقیه موارد تقسیم میکنن بستبندی اولیه معمولا کوچکترین واحد توضیح یا به کارگیری هستش نخستین لایه در برگیرنده محصول هستش که در تماس مستقیم با محصول قرار میگیره اون رو دربر بر میگیره بستبندی سانویه بیرون از بستبندی اولیه است. میتونه برای گروه بندی کردن بسته های اولیه استفاده بشه بستبندی سوم برای حمل در کشتی توضیح توضیح عمده به کار گرفته میشه این سه گونه بسته‌بندی به عنوان راهنمای کلی هستند رده های دیگه هم میتونن مثالی از گونه های مختلف بسته‌بندی و ساختارهای اون باشن از قبیل روکشدار بطری ها محافظ های بادکنکی قوطی ها پاکت ها کیف های پلاستیکی بسته پوست پیچیدنی ها جعبه ها کارتونها، کارتون پلاست ها، بسته های کوچیک مقوایی، هم کننده های چرخدار، کانتینر حجیم میانی، کانتینرها هستن، بشکه ها و مورد بعدی در مورد بسته بندی که اهمیت خاصی داره، مواد چاپ در بسته بندی هستش. بسته بندی ها رو میتونیم بر اساس مواد اولیه به رفته در اونها یا مواد اولیه به کار رفته حتی در تولید بسته بندی طبقه بندی کنیم. متداول ترین اونها اینا هستن: کاغذ، مقوا، چوب، فلز، شیشه، پلاستیک، تلفیق مواد مختلف و چند لایه. همچنین گونه های بستبندی رو میتونیم بر اساس گونه و تکنیک چاپ به کار رفته در تولید اونها، چاپ روی بستهبندی و عملیات تکمیلی طبقه بندی کنیم. مثل چاپ افست، خشک و چاپ سیلک اسکرین، فلکسو یا گراور چاپ جوهرفشان بالشتکی لتر پرس و تلاکوبی حتی مصارف بستبندی بستبندی در صنعت کاربرد فراوانی داره به دسته های مختلفی تقسیم میشن بستبندی ساده و عمومی همچون بستبندی لوازم منزل جهت جابجایی گاهی این بستبندی جنبه زیبایی محصولات را هم داره که با بکارگیری از تلفیق صنعت و طراحی بستبندی های زیبایی جهت جلب توجه مشتری انجام میپذیره حالت دیگه بستبندی هایی هستش که جهت ترابری کالاهای انجام می‌پذیرد که جهت حفاظت کالا در برابر فشارهای احتمالی گرد و غبار رطوبت انجام میپذیره در این گونه بستهبندی ها استحکام بستهبندی از ضروریات هستش که همچنین باعث چیدمان مناسبتر کالاها در ترابری و حتی انبار کردن اونها میشه بستبندی مناسب بار تأثیر مستقیمی بر سلامت بار و سرفجوی در هزینه های ترابری و همراه و نقل داره اهداف بستبندی چی هستش؟ اهداف بستبندی از یک استراتژی بازاریابی یک پارچه به منظور جلب توجه خریدار و مصرف کننده تبعیت میکنه بسیاری از مصرف کنندگان پیش از هر گونه خریدی کالای منظر رو با بستبندی اون قضاوت میکنند یکی از اهداف بسته‌بندی هویت دهی به محصول هستش به عنوان مثال بطری های کوکاکولا رو در نظر بگیرین برند کوکا فورا قابل تشخیصه این محصول رو به سمت شهرت جهانی سوق داده این نوع بسته‌بندی در بسیاری از موارد تمرکز بر اهداف بندی اونقدر مهم هستش که هزینه بیش از خود محصول داره تا جایی که برخی از صاحب نظران بازاریابی اعتقاد دارن که بسته بندی بایستی در بین اهداف اه 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 چهارگانه پی پی بازاریابی قرار بگیرن 4 پی پروداکت پرایس پلیس پروموشن و پنجمین موردش میگن که این باید باشه پکینگ and لیبلینگ یعنی بسته بندی کارتون بسته بندی امروز بستهبندی توسط کارتون رواج بیشتری پیدا کرده این سبک از بستهبندی یکی از استاندارد ترین روش ها در جهان هستش کارتون های با توجه به اجناسی که در درون اونها برای بستبندی قرار می‌گیرن، در ابعاد اندازه ها گونه های مختلفی طراحی و ساخته میشن کارتون های بستبندی لحاظ گونه ساخت نیز متفاوت بوده و از گونه های کارتونی چند لایه گرفته تا پلاستیکی انواع و اقسام متفاوتی دارند. مهمترین دستبندی برای کارتون های رو میتونیم اینا رو داشته باشیم کارتون فرایت یا همون کارتون فریت در فارسی هستش کارتون اسباب کشی کارتون اداری روش کار و بیس این سه جور کارتون یکسان بوده تفاوت اصلی اونها در فناوری ساخت اونها هستش برای مثال کارتون فرایت, فرایت بار یا فراید کریج کارتون فریت بار معمولا دارای مقامت بالاتری بوده در مدل های 3, 4, 5 لایه ساخته میشن این گونه از کارتون بستبندی نسبت به ضربه دارای مقامت بالاتری هستش طبعا قیمت بالاتری هم داره کارتون اداری و کارتون اسباب کشی همسانی بالاتری داشته و فناوری ساخت بسیار شبیه به همین دارند. از این گونه کارتون ها برای مصارف عمومی مثل بسته‌بندی لوازم و حمل اسباب اساسی استفاده میشه در کارتون فریت بار چون ممکنه با چند مدت در کارتون باقی بمونه برای همین گونه فلوت برای ساخت کارتون باید دارای استحکام بالایی باشه برای همین از فلوت ریز و محکم استفاده میشه ولی در مورد کارتون اسباب کشی قضیه به صورت دیگه ای هستش کارتون به دو صورت میتونه استفاده بشه کارتون سلایه برای اجناس سبک و کارتون های پنلایه برای اجناس سنگی مثل کتاب و شکستنی ها و در مورد کارتون اداری از دو مدل کارتون در ابعاد بزرگ استفاده میشه و چون وسایل سنگین و خیلی سنگینی هستن از کارتون پنلایه استفاده میشه. برای توضیح بیشتر خدمت شما کارتون ها از نظر استفاده در زمین های مختلف خود درجه بندی میشن برای مثال برای اسباب کشی از اسباب کشی که کارتونی پنلایه با کرافت متفا... با کرافت متوسط استفاده میشه برای ارسال بار به بیرون از کارتون کارتون ویژه فریت بار که کارتون پنلایی با کرافت سنگین و دارای فلوت اضافه استفاده میشه و همونطور که اشاره شد برای هر گونه بسته‌بندی کارتون یا فلوتینگ مخصوص جنس مورد نظر استفاده میشه گونه های جعبه ها ساختار جعبه های تلسکوپی یا جعبه های سینی شکل یا جعبه های کشویی هستند گونه های بسته‌بندی صنعتی و تجاری دستگاه های بسته‌بندی صنعتی و تجاری در دو گونه خودکار و نیمه خودکار در بازار دارن که برخی از اونها اینا هستن دستگاه بستبندی خانگی دستگاه بستبندی خوشکبار دستگاه بستبندی توزیندار دستگاه بستبندی استرج پالت دستگاه شیرینگ بسیاری از تون که هستن تو شیرینگ ها هستن یا همین کنسرویجات و اینا دستگاه بستبندی حبوبات دستگاه بستبندی پودری دستگاه بستبندی سیلوکیوم امیدوارم که این پادکست مورد استفادهتون قرار بگیره موفق باشید تا پادکست دیگه خدا نگهدارتون فروش داخلی و صادراتی خود را به ما بسپارید